الو بفرمایی. آقای دکتر با من هستی؟ بله خواهش میکنم بفرمایی. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایی. خیلی حالتون خوبه؟ متشکرم بفرمایی. خیلی خوشحالم که این شما صحبت کنم راجع به مشکلی که دارم. خواهش میکنم بفرمایی. آقای دکتر من خانمی هستم 57 ساله که دو تا فرزند دارم، یه پسر 18 ساله و یه دختر 15 ساله. من بدون عشق و علاقه ازدواج کردم. الان مدت 20 ساله من در اروپا زندگی میکنم و واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. همسرتون چند سالشونه؟ بله؟ همسرتون چند سالشونه؟ شوهرم 56 سالشه. شما در ایران با هم ازدواج کردی؟ نه خیلی، ایشون اروپا بودن، بعد من اومدم دیدن فامیلم، یه آشنایی دوری با هم داشتیم، بعد سر یک ماه من باشون صحبت کردم و ازدواج کردم. در یک ماه؟ که این با این سرعت؟ برای اینکه من یک ماه بیشتر ویزا نداشتم، باید برمیگشتم ایران اون موقع. خب ایشون چه مدتی قبل از شما در اروپا بودن؟ ایشون خیلی سال، الان تقریبا 30 خورده سال، اون موقع هم تقریبا 15 سال بود که بودن، نمیدونم دقیقا. خب شما وقتی با ایشون ازدواج کردید 37 سالتون بوده، چرا قبلا ازدواج نکرده بودی؟ من دیر ازدواج کردم آقای دکتر. من اصلا قصد ازدواج نداشتم، تو ایرانم که بودم مشغول کار بودم و فرحال بودم و شاداب بودم و خوشحال بودم و با همه معاشرت میکردم و. ولی وقتی که اومدم اینجا دیگه نمیدونم، حالا بالاخره یه تصمیم من گرفتم، میدونم اشتباهه، حالا توی چاله‌ای هم افتادم، نمیدونم خودم بکشم بیرون با مشکلاتی که پیش اومده و شناختی که از این آقا من پیدا کردم. در اون مدت فهمیدم که این آقا خب تو اروپا تحصیلاتش رو دنبال کرده و یه کاری داره و یه ازدواج قبلی هم داشته، طلاق گرفته بود و اون موقع که من باشون آشنا شدم یه پسر 3-4 ساله داشت که پیش مادرش زندگی میکرد و هفته یه بار شنبه یک شنبه میامد دیدن پدرش، میرفت دنبالش و میابردش. بعد الان در یه شرایطی هستم آقای دکتر که تصمیم گرفتم که تقاضای طلاق بدم. یعنی قبلا هم دو بار تقاضای طلاق دادم، ولی چون که بچه هم کوچیک بودن. الو صدا میاد؟ بله میاد عزیز. بچه هم که کوچیک بودن به خاطر بچه هم دیگه تحمل کردم. این آقا ایبایی که اول خوبیاشو بگم یا بدیاشو؟ نه اول نه، دو سه تا عیبشون رو بگی. بله؟ دو سه تا عیبشون رو بگی. متوجه نشدم. گفتم بدیاشون رو بگی. بدیاشون رو بگم؟ شما خود جدا بشید بنابراین من خوبیاشو میخوام برید. آقای دکتر خوبیاش، حالا بذاری من از هر یه خوبیاشو بگم که من این چیزا رو در نظر گرفتم و فوری ازدواج کردم با ایشون. گفتم خب درس خونده است، اینجا اومده تو اروپا زندگی کرده، فکرش بازه، نمیدونم سیگاری نیست، معتاد نیست، مشروب خور نیست، نمیدونم قمارباز نیست، دروغگو نیست، حقوق باغ. تو یک ماه شما اینا رو فهمیدید؟ آدمی شما با زن سابقش حرف زدید که چرا طلاق گرفته؟ نه زن سابقش من ارتباطی نداشتم. ولی از خودش که پرسیدم، که چرا جدا شدید، میگفتش که خود زنم از نظر روانی تمایل جنسی نداشت و وقتی که من نزدیک میشدم خوشش نمیامده، مثل که به خاطر این رفته تقاضای طلاق داده. زنش میگفت، یعنی زنش این کاری کرده، اون شوهر من به من اینطوری گفت. از که تو حالا قراره وقتی زن و شوهر از هم جدا میشن ما حرف یه نفر رو فکر کنیم واقعیت رو میگه؟ من خب ارتباطی با اون خانمش نداشتم، خب نمیدونم میشد استدلال پیداش بکنم. حتما میتونستید پیداش کنید. شما 37 سال ازدواج نکردید، باشتید رفتید اروپا، یه ما با یک کسی آشنا شدید، تصمیم گرفتید ازدواج کنید به بهانه اینکه ویزام تموم میشه. خب میشد. حالا اون کی کرد بیاد راش به گذشته حرف نزنی. حالا این کارا که دیگه کردم آقای دکتر، دیگه فرداشو بزنم چه فایده؟ دیگه عمرم گذشته. شما به من 57 سالمه دیگه. شما قرار شد که سه تا ای به ایشونو بگید، گفتید بخواید خوبیاشونو بگید. آقای دکتر خوبیای الانشو صبر کنید، خوبیای 20 سال قبل به من نگید، خوبیای الانو بگید. نه خوبیای الانش اینه که میره سر کار میاد خونه، سرشو میذاره رو مخ، خوابه، اینقدر آروم میخوابه، خوش خوابه،
شبم پشتش به من میکنه میخوابه، اصلا انگار نه انگار که من توی این خونه وجود دارم، نه محبتی، نه صحبتی، نه گوش شنوایی، اصلا انگار که یه آدم متحرک، مرده متحرک. بهشم که یه حرفی بهش میزنم که میگم که خب تو چرا تمایل جنسی مثلا نداری، به من یه حرف علکی میزنه و یه جواب میده، رفته دکتر، دکتر براش یه قرص نوشته نرفته بگیره، میگه من این قرصا رو نمیخورم. این طبیعیه، این من حالا نمیدونم حوصله ندارم، نمیدونم استرس کاری دارم، نمیدونم فلان و برمان، یه چیزایی تحویل من میده که من اصلا قانع نمیشم. آقای دکتر من نمیدونم با این چیکار کنم. الان من تو این سن، خب الان درسته من یائسه شدم، ولی تمایل جنسی، غریزه جنسی که از بین نرفته، من الان احتیاج دارم. چند بارم گوشزد کردم بهش، باش صحبت کردم، میگه که اصلا انگار نه که نمیشنوه، اصلا نه جواب منطقی من میده، یه حرفی میزنه و اصلا یه حرف دیگر رو میکشه جلو که موضوع رو عوض بکنه. بعدش هم این اصلا با من حرف نمیزنه. حالا ایشون به عنوان یه پدر برای بچه ها چطوره؟ با بچه هم حرف نمیزنه. بهش گفتم برو با این بچه ها حرف زن، بچه ها تو سنه تینیجر. حالا شما چرا توی همچی زندگی موندی؟ آقای دکتر من به خاطر این دوتا بچه درست شده این وسط. من قبلا دو دفعه تقاضای طلاق کردم، یه دفعه خودم به خاطر بچه ها پشیمون شدم رفتم پس کردم، یه دفعه به شوهرم که گفتم، شوهرم گفت برو پس بگیر، حالا این کارا رو نمیخواد بکنی. من دارم تحمل میکنم این چیزا رو، ولی من از بس که با کسی حرف نزدم، این آقا معاشرتی نیست اصلا. توی این 30 سالی که توی این کشور اروپایی زندگی میکنه، یه دوست خانوادگی، یه دوست صمیمی که باش رفت آمد بکنه نداره. منو مثل یه اسیری تو خونه نگه داشته، منم مثل خودش شدم. فقط یه خانواده کوچیکی خودش داره اینجا که دورن همشون، پدر مادرش هم که نزدیکن، اونام اهمیت نمیدن، اونام لیگرد، اصلا توجه نمی کنم به این موضوع. من نمیدونم آقای دکتر چی کار بکنم. الان میخوام برم تقاضا طلاق بدم. مسئله من اینجا الان بچه ها می، بچه هم تو سن بلوغ هست، 15 و 18 ساله. نمیدونم اگه این کار بکنم. بعد از نظر مالی هم من الان یه وضعیتی دارم آقای دکتر که به خاطر مریضی که گرفتم بازنشسته شدم، یه حقوق کمی ماهیانه به من میدن و من الان وابسته به مالی به این آقام هستم. هر وقت که ما مشکلی داریم باش صحبت میکنم، به روح من میکشه، من دارم کرای خونه رو میدم، من دارم هزینه ها رو میدم. من نمیدونم این آقا چرا با من این رفتار داره میکنه، به من توهین میکنه، سوء زن که داره، نمیدونم حرف بد که به من میزنه، با بچه هاش که سرمی نیست، نه خوشحاله، نه خندونه، نه شاده، نه سرحاله، نه ذوق و شوقی داره. شما که ببینید، شما دو تا موضوع اینجا مطرحه. موضوع اول، این همه 3-4 دفعه اصرار دارید به خاطر بچه‌ها، وقتی یه پدری این چنین بده، چنین تأثیر بدی داره، ممکنه به من بفرمایید بودنش چه فایده داره؟ هیچ. این شما رو یه این بازی خب بچه‌ها نصب کنید. فایدهش اینه که بذار من فایدهش بگم فقط بهتون آقای این بچه‌های من الان اینجا تو سن تینیجری میخوان این ور اون ور برن با دوستاشون. فقط خوبیش اینه که این یه ماشین کوچولو داره، قرازه، میره نصف شب بچه‌ها رو از یه جایی برمی‌داره میاره. همین، یعنی این کاری که برای بچه‌ها میکنه همینه. صحبت نمی‌کنه باشون، درد دل نمی‌کنه، شاد نیست، سر خانه. شما بازه رفتی تو سخنرانی آقای دکتر عزیزم، اینا رو که 2 دفعه گفتید، من که فهمیدم، بقیه هم شنیدم. شما من حرفم این بود که برای بچه ها خوب نیست، شما میگید نه یه جوهش هم خوبه، قبول. حالا شما چرا حالا به دنبال جدایی هستید؟ شما هم بمونید با بچه هاتون خوب و خوش باشید، زندگی کنید. من دیگه چقدر تحمل بکنم؟ دیگه تحمل ندارم آقای دوست. الان اومدم توی سرما، توی این ابرا و بارونا نشستم بیرون، اومدم با دوچرخم بیرون با شما تلفنی، 2 ساعت پشت تلفنم معطلم، الان مریضم بودم، سرما خوردم، اومدم اینجا نشستم، می‌خواستم با شما حرف بزنم آقای دکتر. شما هم بزن. زندگی کنم با شما. شما برشم. خب معلومه، برای اینکه شما جدا نمیتونید بشید. حداقل این آدم یه فوایدی داره، جدا بشید اونا رو هم نداره. از در مالی نه آقای دکتر، من توی فکر این بودم که بچه‌ها رو بذارم به عهده اون که خرج و مخارج خونه و اون خونه‌ای که هستن، من جدا بشم برم یه جای دیگه زندگی کنم. شاید دولت یه کمکی فقط برای کرایه خونه به من بکنه، یه حقوق ماهیانه بگیرم.
برای اینکه من دیگه اصلا وقتی که این وارد خونه میشه تحملم تمام شده، اصلا دلم نمیخواد نگاهش بکنم. این که راه حل بهتری نیست، دو تا بچه رو بذارید با پدری که این چنین بده که اونا هم از پادر بیان، بعدم شما برید خودتون تنها زندگی کنید. از بچه‌ها خب من دیگه خسته شو، از بس که استرس دارم، از بس که حرف نزدم دیگه مریض شدم آقای دکتر. خب برید با جاتا دوست زن خانم حرف بزنید. نیست هیچ که نیست، با هرچی که دوستی بدم یه عیب و ایرادی گذاشت قطع رابطه کردم، بعدش هم با مردی که با فامیل مردش اگه توی مهمونی من حرف بزنم این مشکوک میشه به من، یاد آخر سر من میگه تو لاسیدی با فلانی. تو مغازه میوه فروشی میرم از یه کارمند سبزی فروشی میوه فروشی یه سوالی میخوام بکنم، به من یاد میگه که تو مخ یارو رو به کار گرفتی. باز دوباره اصلا این شکا که به من شک میکنه، نمیدونم چرا این فکرال میکنه، با اینکه اینجام درس خوندی نمیدونم این چرا اینطوریه، مریض حاله نمیدونم. بهش هم گفتم برو با دکتر صحبت بکن که چرا شاد نیستی، چرا اینقدر میخوابی. میگه من به دکترم گفتم، دکترم هیچی بهم نگفت، من دیگه نمیدونم، خبر ندارم که گفته یا نگفته. پرسشتون از من چی عزیز؟ آقای دکتر من حالا میخوام ببینم اگه من بچه هامو بذارم پیش این آقا 100% اشتباهه، 100% اشتباهه. بنابراین شما ببینید عزیز، اشکال کاری که شما حرف نمیشنوید اینه که شما اصلا گزینه خوبی ندارید، انتخاب خوبی ندارید. هیچ، هر کاری بکنید بده. بنابراین شما باید کاری بکنید که کمتر بده، کاری بکنید که کمتر بده. 3-4 سال دیگه تو همین شرایط میمونید که بچه ها اقلا 18 سالشون بشه برن، بعد هر کاری میخواید بکنید. خب دیگه عمرم تموم شده که معلومه. خب آقای دکتر من الان خب از نظر جنسی احتیاج دارم، غریزه جنسیم که هنوز از بین نرفته که من به آقا میگم که چرا مسئله جنسی نداره. شما اگر فکر میکنید خب من استرسم بیشتر میشه. شما که خوشبختانه گوش نمیدید، الان بیاد فرض بفرمایید شما بچه‌ها رو بذارید پریشون برید، بعد فکر کنید میره شبا با یه مرد دیگه میخوابید، بچه‌هاتون هم دور از خونه. خب پس نه این کار نمی‌کنم که من فوری که بچه فوری نه، البته من این کار نمی‌کنم، ولی از بس که ناراحتم که وقتی این وارد خونه میشه اصلا کمکی نمی‌کنه، تا بهش نگم باز رفتی سراغ نمی‌کنه. عزیز من تکرار نکنید قربونتون، میفهمی اصلا نمی‌کنه. عزیز شما اصلا میفهمید یعنی چی؟ به من میگن یا 100,000 یورو بده یا بیا برو در روز زندان یا دو تا شلاق بخور، هر سه تاش بده. به من نگید این بده. خب بده، کدامش کمتر بده برای شما؟ اون انتخاب بده. از نظر من کمتر بده که آسیب کمتری میزنه. شما 4 سال دیگه هم غریزه جنسی کرده ما نداره، ولی میل جنسی تو رو کنترل کنید، بذارید بچه ها برن دنبال کارشون، بعد هر جا دلتون خواست برید. بعد از این مدتی هم با کسی این میل جنسیتون رو ارضا کنید. ولی حرفاتون در حالی که متاسفانه دردآور و رنج‌آور واقعی است، متاسفانه راه حلی انتخاب شما بین بد و بدتر عزیز. انتخاب شما بین بد و بدتر. شما انتخاب چون یک قد اشتباهی شده که خرابترم شده. حالا گذشته. انتخاب شما بین بد و بدتر. ببینید کدام کمتر بده. اون انتخاب کنید که گرفتار بدتر نشید. ولی اینکه کسی به شما پیشنهادی داره که راه حلی داشته باشه که خوب باشه، من مطمئنم کسی نیست. منم حرفی برای گفتن ندارم عزیز. ولی به نظر من شما 3-4 سال دیگه هم دندون و جگر بذارید، ترس هم نخورید، بی خودی هم کاری به کار اون نداشته باشید. فرض رو بگیرید نیست مرده، یا فرض رو بر این بگیرید. مسئولیت زندگی با من، من مریض حالم هستم، اون فقط بده سر کار میگه که من حقوق میگیرم، کرایه خونه میدم، هزینه میدم، فلان میدم. خب منم خرج میکنم، هم حقوقی که من میگیرم منم هزینه. من نمیدونم شما چرا میخواید بحث رو ببرید عزیز. آخرش چی؟ نه آدم باورش نمیشه. یه ذره عاقل و واقعی باشید. از بحث اعصابم خراب آقای دکتر، نمیدونم چیکار کنم. هیچ نه هیچ، تکلیف روشنه. بین 3-4 تا بعد یکی کمتر بده انتخاب کنید. به نظر من خواستید 3-4 سالی دیگه بمونید، بعد برید دنبال کارتون.